با عرض سلام خدمت بینندگان تلویزیون ایران من دکتر مرتاد ملیهی هستم از پورتلند اورگون چشم پزشک و متخصص شبکیه امروز راجع به مبحثی صحبت کنیم با هم که بسیاری از افراد باهاش درگیر هستن بیماری بسیار شایعی که عنوانش از خشکی چشم که به نام سندروم خشکی چشم میشناسنش به خاطر اینکه یک مجموعه بسیار متنوعی از علائم رو ایجاد میکنه خب اساسا صحبت از این هستش که برای چی این سندروم خشکی چشم انقدر اهمیت داره و دلیلش این هستش که لایه اشک که در روی چشم قرار گرفته یک لایه بسیار بسیار نازک و بسیار ظریفی از متشکل از مواد مختلفی هست که به نام اشک خوانده میشه اینها روی قرنیه چشم و روی قسمت سفیدی چشم و زیر پلک ها رو در واقع میپوشونن و این لایه بسیار بسیار مهم هست از نظر سلامتی چشم و از نظر کارکرد طبیعی چشم به این مفهوم که اگر که این اولا که این لایه بسیار اهمیت داره برای بینایی و برای دیدن به این مضمون که شما وقتی که به یک جسمی نگاه میکنید اون تغییراتی که در نور ایجاد میشه و شکستی که در نور ایجاد میشه تا برای اینکه نور به شکل کاملا منظم و به شکل درستی روی شبکیه چشم فوکوس بشه یا به اصطلاح زوم بشه این یک قسمت مهمی از این کار رو همون لایه اشک که یک لایه بسیار بسیار ظریف هست و روی قرنیه هست انجام میده بنابراین یکی از علائم مهم این خشکی برای افراد این هستش که به شکل خیلی مکرر احساس میکنن که دیدشون تار میشه و این دید تاری دید البته میتونه گذرا باشه بعضی موقع یه چند بار که پلک بزنن یا پلکشون رو به هم فشار بدن دو مرتبه مثل فرض فهمید که یک برف باکنی که به حرکت در میاد و این اشک روی چشم پخش میکنه این باعث میشه که این دیدشون دو مرتبه برمیگرده بنابراین دیدهایی از دست رفتن دیدی که به شکل خیلی گذرا هست و میتونه با یه پلک زدن خوب بشه میتونه علامت خشکی چشم باشه و پس این از نظر این هست که خیلی مهمه برای دیدن و از نظر سلامتی هم بسیار مهمه و اگه خشک بشه سطح قرنیه بلا, دچار آسیب میشه و دچار التهاب میشه و میتونه در دراز مدت اثرات بدی روی قرنیه بیمار که مهمترین قسمت چشم هست که باعث به ورود مجرای ورود نور هست به داخل چشم و, با و کار انکساری هم انجام میده روی, روی نور اون قسمت آسیب میبینه علائم خشکی چشم معمولا در افرادی که توی محیط هایی هستند که محیطی که معمولا رطوبتش کمتر هست یا در جاهای کار میکنند که در معرض وزش باد هستند و امثال هم میتونه بیشتر دیده بشه و در مناطق جغرافیایی خاصی که با کمتر رطوبت کمتر همراه هست معمولا افراد با خشکی چشم احساس, میکنن که چشمشون خشکه احساس سوزش احساس خارش احساس اینکه جسم خارجی در چشمشون هست ممکنه که بعضی مواقع اشک ریزش بیش از حد داشته باشن و بعضی موقع سوال بیماران این هست که چطور میگین که شما من چشمم خشکه در حالی که من همش احساس میکنم چشمم اشک میاد و این در واقع پاسخش این هستش که وقتی که سطح چشم سطح قرنیه خشک میشه همونطور که عرض کردم شروع میکنه به التهاب پیدا کردن و شروع میکنه به تحریک اون رشته های عصبی که در قرنیه هست و فرد شروع میکنه به, به این در اثر این تحریک به شکل واکنشی و به شکل رفلکسی مقدار زیادی اشک ناگهان از چشمش ترشح میشه و این احساس میکنه که چشمش خیس هست و چشمش داره اشک ریزشه ولی در واقع علت اصلی این ماجرا همون خشکی زمینه ای هست و اون اشکی که به شکل رفلکسی و به شکل ناگهانی ترشح میشه ممکنه چند لحظه ای چند دقیقه ای چشم طرف رو خیس بکنه ولی به شکل طولانی مدت و به شکل دراز مدت نتیجه خاصی نداره و این خشکی چشم همینطوری به شکل رفلکسی و به شکل مرحله به مرحله باقی خواهد موند بنابراین این مجموعه از علامت ها علامت هستند که احساس خارش، احساس سوزش و احساس جسم خارجی در داخل چشم و امثال هم علامت هایی هستند که میتونن نشون بدن که فرد دچار خشکی چشم است. حالا در جلسات آینده و در برنامه های آینده بیشتر راجع به علل این مسئله از نظر بیماری های مختلف و از نظر درمانهاش با همدیگه صحبت میکنیم تا جلسات آینده همه رو به خدا میسپارم